من زمانی که پاستور عزیز فرمودن که من باید اینجا موعظه بکنم، به روح القدس میگفتم که باید چی کار کنم، چی باید بگم. و خدا رو شکر که شما شبانانی لایق و برجسته دارید که سالهاست دارن شما رو شبانی میکنن، تعالیم بسیار عالی رو گرفتید و همینطور کلیسای آلفا اومگای برمن. و من گفتم که خداوند چی باید بگم. چیزی که مهم بود این بودی که خداوند میخواد که اتحاد و یکدلی در کلیساها باشه و حرفهای زیادی و موعظه‌های زیادی رو در این باره ما شنیدیم و امروز خداوند میخواد به شکل دیگری این اتحاد و یکدلی رو یک بار دیگه برای کلیسای خودش، برای قوم خودش تکرار بکنه. چون زمانها زمانهایی هستش که نفسگیره. شنیدی زمانهای آخر، ولی من میگم زمانهای نفسگیر. تو این زمانها هستش که باید خودمون رو تجهیز کنیم به کلام خدا، آمین، گوشهای خودمون رو باز کنیم، ضمیر قلب خودمون رو، این خاک قلب خودمون رو آماده بکنیم تا بذر نیکوی کلام نه تنها در اون بشینه بلکه ثمرات نیکو به بار بیاره، آمین. من دعا میکنم کلامی که امروز شنیده میشه کلامی باشه که نه تنها شنیده میشه بلکه تشویق بشه شنونده او برای عمل کردن این کلام. دعا میکنم به نام عیسی مسیح خواب از چشمان شما بیرون بره، اون فکرهای مشوش شما تبدیل بشه به فکرهای متمرکز به روی خداوند ما عیسی مسیح، آمین. دعا میکنم که راهی جدید با این کلام در راه ایمانی و شناخت خداوند برای شما باز بشه، آمین. داشتم فکر میکردم که پدری رو که سالها هست که فرزند خودش رو تربیت میکنه، پدری هستش که فرزند خودش رو تربیت میکنه به شکلهای مختلف. این پدر زمانی که میخواد با فرزند خودش صحبت بکنه زانو میزنه و او رو از پایین به سمت بالا نگاه میکنه و جمله ای رو میگه، میگه عزیزم دوستت دارم، تو برای من خیلی ارزشمند هستی. نه، این پدر در قسمت های مختلف با این فرزند هست و به او امیدواری میده، اعتماد به نفس میده. حتما دیدید توی مراکز خرید آنکارفاگنی که داره هول میده، یه کودکی داره اونم هول میده و پدر اجازه میده که اون این کارو بکنه و بعد برمیگرده به اون فرزند میگه که کار بسیار مهمی کردی عزیزم، خیلی ممنون که کمکم کردی، خیلی ممنون که این واگن رو هل دادی و من تونستم که اون رو بیارم دم ماشین. این فرزند بزرگ میشه و این پدر مسئولیت‌های مختلفی رو برای مسئولیت‌های مختلف و مهمی این فرزند رو صدا میکنه و میگه بیا کمکم کن. به طور مثال تعمیر ماشین، به اون میگه که مثلا یه پیچ گوشتی به من بده، یه آچار به من بده. و وقتی که این کار تموم میشه، باز اون پدر با اون نگاه مهربانانه برمیگرده و به اون فرزند میگه که تو خیلی کار مهمی کردی، بدون تو من نمیتونستم این ماشین رو تعمیر بکنم. نه، فکر میکنید که شخصیت این فرزند چطوری هست در آینده؟ همه ما به خوبی میدونیم این فرزند فرزندیست پر از اعتماد به نفس، قدرت، امید به آینده داره، کسیه که توی کارهای تیم ورک گروهی هیچ موقع کم نمیاره، نقطه مرکزی و اصلیه، میتونه به دیگران امید بده، هدف رو نشون بده، دیگران رو تشویق بکنه. شخصیت چنین فرزندی اینطوریه، نه؟ آیا کسی هست غیر از این بگه؟ شخصیت چنین فرزندی اینطوریه که بعد از مدتی او میتونه یک رهبر باشه، حالا رهبر روحانی یا رهبر مدیر یک لایق برای یک ارگان دولتی فرق نمیکنه. او یک انسان مطمئنه، کسانی که با او صحبت میکنن کاملا اطمینان دارن، راهنمایی هایی که او میکنه واقعا اکثرش قابل اجرا هست، میتونن به عنوان یک مشاور از او استفاده بکنن. این فرزند در آینده چنین شخصیتی میشه. امیدوارم فرزندان شما یا شمایی که دوست دارید در آینده فرزندی داشته باشید به این شکل تربیت بشن.
در گوشه دیگه از این دنیا، اما پدری هست، یک پدر دیگه، دقیقاً مخالف شخصیت این پدر اول. فرزند خودش رو با انگشت اشاره توبیخ میکنه، او رو از بالا نگاه میکنه، کلماتی رو که به او میگه کلمات تحقیرآمیزه، کلماتی مثل این که تو هیچ چیزی نمیشی، از تو هیچ چیزی در نمیاد، به درد هیچ چیزی نمیخوری. آیا با این کلمات آشنا هستید؟ وقتی که این فرزند اشتباهی رو میکنه، برمیگرده به اون فرزند یه چیزی رو میگه: من که به تو گفتم دست نزن، هر چی که دست میزنی کار خرابی میکنی. نه تنها او رو تشویق نمیکنه، بلکه تنبیهش هم میکنه. این پدر به هیچ عنوان این فرزند رو از پایین به بالا نگاه نمیکنه، بلکه از بالا به پایین نگاه میکنه. نه، توی جمع ها موقعی که این فرزند نشسته حرفی رو میخواد بزنه، میگه تو کار بزرگترا دخالت نکن، تو کاری که به تو ارتباط نداره دخالت نکن. مرتب ترور شخصیتی میکنه این فرزند رو. نه، امروز خداوند میخواد با کلیسای خودش، با قوم خودش حرفهای مهمی رو بزنه، میخواد یک بار دیگه روح تازگی، روح قوت رو وارد بکنه. آمین. نتیجه به وجود آمدن این فرزند، نتیجه شخصیتی این فرزند به نظر شما چی میشه؟ فرزندی ترسو، ناامید، بدون اعتماد به نفس، هر کاری رو که میخواد بکنه یک نگاهی به پشت سر میکنه، هر حرفی رو که میخواد بزنه داره دو تا چهار تا میکنه که آیا بزنم یا نزنم، آیا درسته یا غلطه. نه، چنین شخصی رهبر قابلی نمیتونه باشه، چنین شخصی میتونه پر از حسادت باشه، پر از کینه باشه برای کسانی که موفق هستن، برای کسانی که راه موفقیت رو دارن طی میکنن. مرتب در خلوت‌های خودش از خودش میپرسه که چرا من مثل او نمیشم، چرا من، زندگی من اینطوری شده. مرتب در حال سرزنش خودشه. این هم یک فرزند هست. آمین. اما این فرزند پر از بدبینیه، پر از شک، پر از ناامیدیه. پدر اول کاری رو که کرده، اگر ایماندار بوده یا نبوده، مطابق با یک کلام از کلام خدا کرده که موضوع اصلی موعظه من هست. در فیلیپیان باب 2:3 این پدر اول اینطور رفتار کرده: هیچ چیزی را از راه تعصب و عجب نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. میتونید صداتو بلند کنی: بلکه با دیگری را از خود بهتر بدانید، دیگری را از خود بهتر بدانید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هر یک از شما ملاحظه کارهای خود نکند، بلکه هر کدام دیگران را نیز. چقدر زیبا یک جمله میون این آیه داره میدرخشه: دیگران را از خود بهتر بدان. نه، دیگران را از خود بهتر بدان. اگر در کلیسا اتحادی نیست، اگر نظمی وجود نداره، اگر حسادت هست، دقیقاً این هستش که چطور میتونم دیگران رو از خودم بهتر بدونم، چطور میتونم که بدونم اگر اون فیلم برداری که اونجا هست از من بهتره، یا شمایی که اینجا هستی از من بهتری. این نکته بسیار بسیار مهمیه که امروز میخوایم آروم آروم روح القدس میخواد بازش بکنه. اگر ترجمه هزاره نو رو بخونید، دو کلمه‌ای که اینجا هست، تعصب و عجب، معنی شده به جاه طلبی و تکبره. میدونید جاه طلب چه کسیه؟ جاه طلب کسیه که ریاست طلبه، دنبال مقامه، دنبال این هستش که بالاتر از دیگران قرار بگیره. هر چی بهش میدی باز هم کمه، دلش میخواد بالا باشه همیشه. هی تیمارش میکنی، پرستاریش میکنی، قربونت برم عزیز دلم، با
باز هم میخواد بالاتر باشه. انگار فکر میکنه که داره امتیاز میگیره، اینها رو مثل یک امتیاز میدونه. و اما کسی که تکبر داره چه کسی هست؟ شخصی که متکبره او شخصیه که پر از غروره، به خاطر علم و دانش خودش در موضوعی، به خاطر موقعیت اجتماعیش فکر میکنه که اگر او نباشه کار خدا لنگ میمونه. این شخص متکبره، فکر میکنه که اگر نباشم تو کلیسا، کلیسای خدا لنگ میمونه. من در کل این موعظه برای شما میگم خدا برای لشکر خودش بقیت‌های مبارکی رو آماده کرده که دارن میان. شاید این رو باور نکنید، وقتی که این موعظه رو گوش میدید متوجه میشید که کسانی هستن که من میتونم بگم از من بهترن. امروز که داشتم میمدم اون عزیز دل برادرانمون در قسمت تکنیک و میدیا رو دیدم، گفتم خدا شما رو برکت بده، شمایی که اون بالا نشستید دارید فیلم برداری میکنید، چشم خدا هستید، در قسمت تکنیک گوش خدا هستید، زبان خدا هستید. واقعا من میتونم بگم در قسمت‌های خودتون از من بهتر هستید. آمین. شخص متکبر هیچگاه نمیتونه بگه من از دیگران، یا نمیتونه بگه دیگران از خود من بهتر هستن، همیشه من از تو بهتر هستم. علیاب رو میشناسید؟ علیاب برادر بزرگ داوود هست. داستان او رو شنیدید، من وارد این قضیه نمیخوام بشم. در باب 17 اول سموئل باب 28 داوود یک چوپانه، پدر میگه که برو این غذا رو ببر، یک خبری از برادرها هم بگیر برای من بیار. اتفاقی که میفته وقتی که داوود وارد معرکه جنگ میشه، نگاه میکنه میبینه که اون جلیات 40 روز داره لشکر خدای حی و نام لشکر خداوند و نام خداوند و لشکر خدای حی و با کلمات رکیک و رجزخونیهاش ذلیل میکنه. داوود با غیرت خداوند رو داره، شروع میکنه میگه این چی میگه؟ پس چرا شماها نشستید و در این گفتگو که من نمیخوام واردش بشم چون یک بحث دیگه ای رو دارم. علیاب برادر بزرگ داوود او رو میبینه. کلام خدا میگه علیاب او رو میبینه، خشم علیاب بر داوود افروخته شد و اتفاقا داوود تعجب میکنه و به علیاب میگه الان چه کار کردم؟ آیا مسئله پیش اومده؟ او سر جاش داره خدمتشو میکنه، به چپ و راست هم نگاه نمیکنه. یک چیزی رو در کلیسای خداوند دیده، یک خلعی، یک شکافی به وجود اومده، او غیرت خداوند رو داره، او برای خداوند ترس داره، پس باید اعلام بکنه به شبانان، به رهبران در این قسمت مشکلی وجود داره، او میخواد که حرکت بکنه. ولی علیاب این روح متکبر رو داره، جاه طلب هستش، او دلش نمیخواد که داوود از او بهتر باشه. ببینید به داوود چی میگه. علیاب به او میگه برای چه اینجا آمدی؟ آیا آن گله کم را در بیابان رها کردی؟ من تکبر و شرارت دل تو رو میدونم. در واقع علیاب داره از قلب خودش برای داوود صحبت میکنه، من شرارت و تکبر دل تو رو داوود میدونم، زیرا برای دیدن جنگ آمدی، اومدی خودی نشون بدی، نه اومدی چند وقت پیش سموئیل رو مس کرده، اومدی بیشتر میخوای بیشتر بیا جای منم میخوای بگیری، الان رهبر شدی میخوای بازم بیا جای منو بگیری، میخوای بالاتر بیای، اجازه نمیدم به تو. علیاب داره اینطوری صحبت میکنه. کسانی که نمیتونن دیگران رو از خود بهتر بدونن، کسانی هم که به خوبی میدونن در دیگری مسیحی وجود داره مثل داوود. روح القدس خوب نشون میده یه چیزی هست در این که من نمیتونم رو به روش وایستم. قدر مسیحی که از روح القدس گرفتید رو بدونید، قدر اقتداری که از خداوند از روح القدس گرفتید و او شما رو تجهیز کرده برای کلیسای خودش رو بدونید و نگران نباشید، چون اگر خدا با ماست کیست بر ضد ما؟
آمین. اونها مطابق افسوسیان باب 4:27 که میگه ابلیس را مجال ندهید، دقیقاً برعکس ابلیس رو مجال میدن. اجازه ندید ابلیس کار بکنه در کلیسا، در زندگی شما اجازه ندید. او بسیار موذیه. او مانند فرشته نور، طبق کلام خداوند مانند فرشته نور عمل میکنه، حتی با تشویقها شما رو وادار میکنه از کار خدا دور بشید. این نقشه ابلیس هستش. ابلیس رو مجال ندید. مانند پولس به او فرمان بگو خاموش شو. تشویق میکنید هم دیگر رو، خیلی هم خوبه، کلام خدا میگه، اما ابلیس رو مجال ندید، نذارید بیشتر از این بادتون بکنن. چون وقتی که من بعضی موقع ها میبینم طرف داره خیلی دیگه داره منو باد میکنه، اجازه نمیدم. هر افتخاری هست برای خداوند من عیسی مسیحه، هر جلالی که هست برای نام خداوند عیسی مسیحه و غیر از اون هیچ. آمین. رومیان 13 میگه هر شخصی مطیع قدرت‌های برتر شود، زیرا قدرتی جز قدرت خدا نیست. ما زیر دست خداوندیم، زیر دست زورآور خداوند هستیم. ما میریم تا مثال فیلیپیان 2:3 که دیگران رو از خود بدانند، اما رومیان 13 رو درک نکردیم. میخوایم بگیم که تو از من بهتری، اما رومیان رو که باب 13 هست رو درک نکردیم. رومیان میگه که چی؟ قدرتی برتر از قدرت خدا نیست، مطیع قدرت‌های برتر شوید. ما تا زمانی که مطیع قدرت‌های برتر نشیم، تا زمانی که مطیع نظام‌های روحانی نشیم، بخشید به کلیسا، رسولان، پیام نبی‌ها، واعظین، مبشرین، معلمین، تا زمانی که مطیع اون قدرت‌ها نباشیم نمیتونیم دیگران رو از خودمون بهتر ببینیم. آمین. این نکته هم باید یادتون نره و فراموش نکنید. ما مطیع قدرت برتر یعنی خدا نشدیم، چون این قدرت را نشناختیم، تجربه زندگی با او را نداریم. عیسی مسیح اون قدرت برتره. وقتی که میگه اینک تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده، اینک تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده. و سپس در آیه 19 یک چیزی رو میگه، پس بروید و همه قوم ها رو به نام پدر، پسر، روح القدس شاگرد سازید. من وقتی که این آیه رو بارها و بارها و سالهاست که دارم میخونم، یک چیزی از تو این آیه متوجه شدم. پس این پس چه معنی داره؟ اول داره میگه که تمامی قدرت در زمین و آسمان به من داده شده، پس چه معنی میتونه داشته باشه؟ این پس در اینجا چیه؟ پس یعنی این که شاگرد از استاد بالاتر نیست. پس شاگرد از استاد بالاتر نیست، چون که تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده. پس یعنی این که اگر بخوام دنبال او بیام، آیا به تو ربطی داره؟ اگر کسی بخواد در جایگاه خدمتی که روح القدس او رو برای اون جایگاه قرار داده به او ارتباطی داره؟ پس به این معناست، زیرا که تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده. اگر تو میخوای کسی رو بهتر از خودت بدونی، باید بدونی که تمامی قدرت در آسمان و زمین به عیسی مسیح داده شده و اینک روح عیسی که تمامی قدرت در آسمان و زمین رو داره، در تو داره عمل میکنه. و اون روح هستش که داره میگه که او هم به جایگاه خودش و به عطایایی که به او دادم از تو بهتره. آمین. دیروز در کلیسای ما اتفاقی افتاد، یه اتفاق خیلی عالی. این کار روح القدس بود مطمئنم. بعد از اینکه پیام کلیسا تمام شد و خواهر عزیزمون رویا وعظ کلام رو تمام کردن، خواهرم سوگند یک اومد گفتش که
برادر حسین و بقیه خادمین بیایید توی اتاقی که پیانو هستش. آوا دختر برادر حمید و خواهر شادی میخواد یک سرود پرستشی رو بزنه. من امروز رو به سوگند عزیز دخترم گفتم که اون سرود که اون خود خوندش، چون که خیلی پیانو زیاد بود، چه سرودی بود؟ میتونی سوگند اون سرود رو از توی گوشیت باز کنی؟ اووردی همراه گوشیتو؟ میتونی اون چیزی که برام نوشتی رو بلند بخونی؟ چون خیلی مهمه این. میخوام یک نکته ای رو بگم راجع به این قضیه. این دختر 6 سال یا 7 سالشه نه؟ آبا بلند بگو. یک دختر 6 ساله یک سرود پرستشی رو خودجوش خونده. خدایا ما تو رو شکر می‌خوانیم به خاطر اون چیزی که تو به ما میدی. تو نگهدار ما هستی، تو خالق ما هستی. وقتی که به آشپزخونه میایم به خاطر همه اون چیزی که تو درست کردی و به ما دادی شکرت می‌کنیم. مرسی که به ما غذا دادی و مرسی که تو نور ما هستی. آمین. همه ما صندلی رو گذاشته بودیم دختر عزیزمون، همه ما هیئت رهبری و بقیه خادمین نشستیم و این سرود رو گوش دادیم، به او بها دادیم. در اون قسمت دیدیم که کار عجیبی رو روح القدس داره میکنه که نشون میده که این بچه، این کودک در آینده میتونه بقیت مبارکی برای کلیسای خداوند باشه. او رو تشویق کردیم، نه؟ اون دختر 6 ساله رو تشویق کردیم، گفتیم عالی هستی، بهتر از این نمیشه. برای او پیام ها فرستاده شد و غیره. در کلیسا باید این حکم باشه که بتونید همدیگر رو، دیگران رو بهتر از خودتون ببینید و اونها رو تشویق کنید. امروز شما هستی که من دیدم دو نفری که اینجا بلند شدن، تازه وارد این کلیسا شدن. اگر بیستید در مسیح عیسی، در عطایایی که خدا به شما میده، شما بهتر از من هستید. در قسمت فیلم برداری، در قسمت تکنیک، داشتم برای خواهر عزیزمون کشیش نسرین عزیز صحبت میکردم. اون خواهرانی که دارن در قسمت کانون شادی خدمت میکنن، اونها هم دارن یه کار خیلی بزرگی رو میکنن. خواهران عزیز من، خدا به شما برکت بده، شما از من در این قسمت بهتر هستید، خیلی عالی هستید. خدا به شما برکت بده. تک تک خادمین، اگر شما نبودید ما برای کی صحبت میکردیم؟ جمع شما با عطایایی که دارید در اینجا نشستید، قدرتی رو دارید منتقل میکنید در برابر شیطان که هیچ چیز نمیتونه اون رو نابود بکنه اگر در اتحاد و یکدلی بایستید. آمین. چقدر میتونه بهتر ندونستن و قدردانی نکردن از همسرت او رو نابود بکنه وقتی که او رو بهتر از خودت ندونی؟ چقدر میتونه که وقتی که او یک کاری رو که میکنه، کار کوچکی که رو میکنه، ازش تشکر کنی؟ نه تشکر ظاهری همینطوری سطحی، خیلی ممنون برای این غذایی که پختی، خیلی ممنون به خاطر نظافتی که امروز این خونه کردی، خیلی ممنون به خاطر اینکه هستی در کنار من. تو بهتر از من هستی، تو در این قسمت‌ها بهتر از من هستی. خیلی ممنون به حرفای من گوش میدی، خیلی ممنون به خاطر براتونگایی که به من میدی، خیلی ممنون به خاطر مشاوره هایی که به من میدی. چندین سال پیش بود یک خواهری اومد داخل کلیسای ما در آلفورمگای برمن. من کلاس حقجویان داشتم، ایشونم وارد کلاس شد. توی کلاس‌های حقجویان معمولا آدم‌ها کمتر حرف می‌زنن، هنوز می‌خوان سوالات زیادی رو دارن. من هر موقعی که به این خواهر نگاه می‌کردم یک خجالتی رو در چهره ایشون می‌دیدم. خب فکر می‌کردم که تازه وارد هستش، معمولا خجالت می‌کشه، نه؟ توی موعظه هم وقتی موعظه تموم میشد میخواستم دعا کنم، بعضی مواقع دعا میگفتم تشریف بیارین جلو و دعا کنم، این خواهر نمیمد جلو، ولی همون جایی که نشسته بود گریه میکرد و خیلی هم بد گریه میکرد. خب من دعا کردم و از خداوند خواستم هدایت کنه زمان و مکانش و موقعیتی که من بتونم با این خواهر ارتباط برقرار کنم. این امکان به وجود اومد
بعد از موعظه اومد پلوی من، گفت برادر حسین من میخواستم اینو به شما بگم، تمام این نکاتی که دارید میگید اصلا زندگی منه، اما من تمام زندگیم درد کشیدم. گفتم چطور خواهر عزیز؟ گفت من در سن پایین ازدواج کردم، خیلی جوان بودم که ازدواج کردم، 16 سالم اینطورا بود که ازدواج کردم. میگفت شوهری داشتم که از خودم چند سال بزرگتر بود، مرتب تو هر قسمتی منو تحقیر میکرد، میگفت هرچه که من میخواستم به من حرف بزنم میگفت تو بچه ای دهانت رو ببند، وقتی حرف میزد همینطوری گریه میکرد. میگفت هیچ موقع به من اجازه نداد که اظهار نظر بکنم، هیچ موقع اجازه نداد که حرف اصلیمو بزنم، میگفت اتفاقا تو جمع ها هم منو مسخره میکرد، به طوری که دیگه بعد از مدتی من لال شدم، دیگه زبانم باز نمیشد. بعضیا میگفتن که چقدر کم حرفه، دیدید بعضیا میگن چقدر فلانی کم حرفه؟ واقعا اون بنده خدا ممکنه یه دنیا حرف داشته باشه، ولی نابودش کردی، نذاشتی که استعداد او رشد بکنه. میگفت به طوری شدش که وقتی که میخواستم حرفی رو بزنم خجالت میکشیدم، آیا این حرف رو بزنم درسته یا غلطه؟ خدا رو شکر روح القدس نه من کاری کرد که او آزاد شد. دعا میکرد، نظر خودش رو میگفت و امروز در خداوند ما عیسی مسیح زندگی سلامتی رو داره. آمین. اگر میبینید در کلیسا اشتیاق و علاقه‌ای در شخص هست، او رو به شبان و رهبران خودت معرفی کن تا اللحاظ روحانی با او صحبت کنن، جلسات بذارن، مشاوره کنن و او هم در بدن خداوند ما عیسی مسیح باعث جلال نام او بشه. این نکته بسیار مهمه و باید کدوم قسمت ها به خدمت گرفته بشه. تشویق کنید هم دیگر رو، تشویق کنید، نه تشویق های علکی، نه تشویق هایی که ما ایرانی ها معمولا داریم، هندونه زیر بغل هم دیگه میگذاریم، تو چقدر سرت سر شاهه، قربونت قد و بالات برم، چقدر تو عالی هستی. نه، اگر واقعا میبینید که واقعا باید تشویق کنید، نترسید تشویق کنید. اگر میبینید کسی میتونه تعلیم خوبی رو بیاره به او فرصت و میدان بدید. خدا رو شکر برای شبان عزیزم آلبرت و کشیش نسرین عزیز که این میدون رو باز گذاشتن. اگر کسی رو میبینید که واقعا میتونه خدمتی رو در قسمتی داشته باشه، همونطوری که گفتم معرفی کنید تا بررسی بشه و از او استفاده بشه. اگر اشتباه میکنیم اشکال نداره، اشتباه میکنیم چقدر خوبه، بعد از اینکه همه این ماجرا تمام میشه، این موعظه تمام میشه، پرستش تمام میشه، بری مثلا بغل دست اون انتظاماتی که اونجا نشسته بگی مرسی برادر عزیز، وجود تو باعث شد که آرامش اینجا برقرار بشه، وجود تو باعث شد که یک نظمی اینجا برقرار شه. کسانی هستن اینجا که بعد از این جلسه کلیسایی ممکنه صندلی ها رو جمع کنن، آیا این کار اینجا انجام میشه؟ خیلی عالیه که برید و اونها رو بغل کنید، ممنون تو داری این مسئولیت مهم رو به عهده میگیری. چه کسانی اینجا هستن صندلی جمع میکنن؟ میتونی یه دست واسه اینا بزنی؟ مرسی، شما بهتر هستین، بهتر از من هستین. مرسی به خاطر وجودتون، مرسی به خاطر اینکه وقتی ما داریم کافه کوخن میخوریم یا میخوایم سریعتر بریم خونمون دراز بکشیم و فیلم مورد علاقه مون رو ببینیم، شما اینجا هستید و دارید این صندلی ها رو جمع میکنید. مرسی، متشکرم. این نکته بسیار مهمه. در مورد علیه برادر بزرگ داوود شنیدید که سمبول کسی بود که نمیخواست دیگران رو از خودش بهتر ببینه. حال در مورد جدعون بشنوید. جدعون رو داستانش هم میدونید، من باز هم نمیخوام وارد اون بشم، میخوام چیز دیگه ای رو بگم. در باب هفت داوران همه میدونی که با 300 نفر به جنگ مدیان میره، نه؟ لشکر بزرگ رو شکست میده و بعد از اونجا به این قوم
افرایم پیام میده که اون راه‌ها و گذرگاه‌هایی که ممکنه که این لشکر فرار بکنن مسدود بکنید تا نذارید فرار بکنن. اتفاقا کاری که اونها میکنن اینه که دو تا از سردارهای مدیانی‌ها رو اسیر میکنن و اونها رو از بین میبرن. وقتی که جنگ تموم میشه همه خوشحالن، نه؟ خوشحالی، جنگ تموم شده، دیگه اسرائیل داخل غار و دره و شکاف کوها نیست، دیگه از ترسش یه ذره گندم قاد توی غار نمیخوره، دیگه آزاد شده. خداوند یک بار دیگه نظر لطفش رو به قوم خودش داره میکنه. در اینجا قوم افرایم یه کاری میکنه، میاد و به جدعون میگه آیا چرا ما رو صدا نکردی برای این جنگ؟ چرا از ما استفاده نکردی؟ یعنی ما لایق این جنگ نبودیم؟ نه، یعنی ما لایق این نبودیم که با مدیان بجنگیم؟ ما رو دست کم گرفتی؟ جمله‌ای که اونا میگن اینه، چرا اول که به جنگ مدیانی‌ها رفتی ما رو خبر نکردی؟ در باب هفت داوران دقت کنید، اونها خوشحال نیستن از پیروزی، اونها میگن که چرا ما رو ندیدی؟ مشکل اینه، مشکل این نیستش که ما یک پیروزی رو به دست میاریم، مشکل این هستش که آیا در اون پیروزی دیگران احساس میکنن که با ما شریک هستن؟ بعضی زمانها دیگران احساس نمیکنن با ما شریک هستن، احساس نمیکنن که مورد توجه هستن، احساس نمیکنن که دیده شدن. به خاطر همین هم هستش که اتفاقی که میفته با توجه به آزادی که دارن، با توجه به شادی که در خداوند دارن، باز هم میگن که آیا من به درد میخورم؟ نکته اینه، آیا من به درد میخورم؟ آیا اینجا کسی هست که بگه که آیا من به درد کلیسا میخورم؟ آخه من به چه درد میخورم؟ پاستور که داره پرستشش رو میکنه، خواهر نسرین داره موعظه‌ش رو میکنه، یا بعضیا دارین تعلیم میدید، من اینجا روزا میام و میشینم و میرم، من به چه درد میخورم؟ خدا با تو کار داره. حضور تو در اینجا باعث میشه تا لشکر خداوند در اتحاد و یکدلی باقی بمونه. آیا این بالاترین نعمت برای تو نیست؟ حضور تو روی این صندلی باعث میشه بنیان شیطان بلرزه، تخت شیطان بلرزه. حضور تو روی این صندلی باعث شده که وقتی صدا تو یک صدا در حین پرستش بلند میکنی، ارکان شیطان بلرزه. آمین. پس به درد میخوری، خیلی هم به درد میخوری. تک تک شماها که اینجا نشستین به درد میخورین. فکر نکنین من تعارف میکنم، نه، من اینطور نیستم، واقعا میگم. کسانی رو میبینم مثل خواهرمون هاسمیک و مارگارت و بقیه اعضایی که خیلی قدیمی هستن، سالها برای این کلیسا وایستادید، دارید دعا میکنید، با دعای خودتون دارید رهبرانتون و شبانانتون رو پشتیبانی میکنید. آیا این کم چیزی هست برای قوم خداوند؟ آیا این کم چیزی هست؟ شاید که الان کسی نتونه بیا تعلیم بده، شاید که الان دیده نشید، ولی خداوند همچون نگین انگشتری شماها رو میبینه. آمین. جدعون یک چیزی رو به اونها میگه، به اونها میگه در مقایسه با کار شما من چه کار کردم؟ و این قوم افرایم آروم میشن. واقعا در مقایسه با کار، اگر شما سر اون گذرگاه ها رو نمی بستید، الان پادشاهان و سردارانی مانند قرا و زعب کجا بودن؟ می رفتن دو مرتبه یک جای دیگه سر از خاک بیرون می آوردن در برابر قوم خدا، اما شما وایستادید، گذرگاه ها رو بستید. ایستادگی شما گذرگاه هایی که شیطان می خواد ازش وارد بشه رو می بنده، باعث میشه که شیطان وارد قوم خدا نشه، باعث میشه که شما به شیطان این رو اعلام کنی. رو همین صندلی نشستی، یک شنبه به یک شنبه میری و میای، هیچ کاری هم نمی کنی، فقط یک چیز وجود داره، شیطان میبینه هنوز نشسته،
هنوز گذرگاه بسته است. هنوز گذرگاه بسته است. میره دو مرتبه یک شنبه دیگه میاد. باز میبینه گذرگاه بسته است. چون تو روی این صندلی نشستی، برای همین تو از من بهتری. میبینی چه اتفاقی افتاد؟ هفته دیگه شیطان میره، میبینه از این دوتا یکیشون رفته. دقیقاً یه گذرگاه، یه قسمت گذرگاه باز شده. کلیسا با منه؟ آیا ارزش خودتو فهمیدی چیه؟ روی این صندلی که نشستی، مانند قوم افرایم که گذرگاه ها رو بستن، گذرگاهی که میخواد شیطان وارد قوم خدا بشه رو میبندی. نکته اینه. چه احساسی داری از این قدرتی که داری؟ تو خواهر برادری که در آشپزخونه، در انتظامات، در کانون شادی، در نظافت کلیسا، در جمع کردن صندلی ها، مرتب کردن اونها شرکت میکنی، در مقایسه با کار شما من چه کردم؟ این یک نکته واقعیتیه. اما یک کلید میخوام بگم و موعظه رو تموم کنم. چرا اینقدر مهم هست که دیگران رو از خود بهتر بدانید؟ این نکته آخر رو میگم و موعظه‌ام رو تمام میکنم. چرا اینقدر مهم هست؟ چراهاش که اتحاد کلیسایی، ارزش دادن به بقیه و اینها رو گفتیم. اما یک نکته دیگه ای هستش که پولس در افسوسیان باب 2:10 پرده از راز زیبایی داره برمی‌داره. در افسوسیان باب 2:10 زیرا که صنعت او هستیم. چرا تو از من بهتری؟ زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک کنیم. صنعت دست خدا. توی پرستش داشتم نگاه میکردم به این شمعدانی. یک صنعتگر این شمعدانی رو درست کرده، نه؟ دیدید بعضی از این شمعدانی ها، از این شمعدانی اگر یکی باشه که یک نفر درستش کرده باشه، یک صنعتگر یکیه. ممکنه کپی های زیادی مثل این جنس های چینی داخل بازار وجود داشته باشه، ولی اون صنعتگر اصلی که چند قرن پیش یک شمعدانی رو مثل این درست کرده، یک شمعدانی درست کرده و بیشتر نه. حالا ارزش اون شمعدانی چقدره به نظر شما؟ چقدره؟ خیلی زیاد، اصلا نمیتونی درکش کنی. اصلا ریالی خارج، از یورویی خارجه، نه؟ دقیقاً افسوسیان باب 2:10 راجع به من و تو داره اینو میگه. زیرا که صنعت دست خدا هستیم. میدونی صنعت دست خدا یعنی چی؟ یعنی یکی دونه خدا، یعنی عزیز دردونه خدا، یعنی اینکه لنگه تو وجود نداره، یکیه، یکیه. در مسیح عیسی تو فقط صنعت دست خدا هستی، یه نفر. برای همین تو بهتر از من هستی. تو صنعت دست خدا هستی به زیبایی خودت و عطایای خودت، دیگری به زیبایی خودش و عطایای خودش. همینطور تک تک شما. حالا دقت کن، وقتی من و شما در کنار همدیگه قرار میگیریم، چه کسی رو نشون میدیم؟ برای عیسی مسیح دست میزنیم. هللویا. یکی یه دونه های خدا. ارزش خودتون رو متوجه شدید؟ بهتر متوجه شدید؟ میدونستید که خدا رو شکر که معلمین هستید، صنعت دست خدا هستم. پس از این به بعد وقتی که برادر و خواهرم رو توی کلیسا نگاه میکنم، کیو دارم نگاه میکنم؟ عیسی مسیح و صنعت دست خدا. چقدر تو زیبایی. اشتباهه؟ اشکال نداره عزیزم، با هم درستش میکنیم. مشکلیه؟ با هم حلش میکنیم. نگرانی داری؟ در کنار همدیگه هستیم. من با تو هستم، خداوند هم با ماست. مگه در جامعه نمیگه مانند تناب سلایه روح القدس در میان ماست؟ آمین.
خدا شما رو برکت بده. دعا بکنی. آمین. خداوند، یه چند لحظه سکوت بکنیم، این پیامی رو که گرفتید به جان شما بشینه، روی خاک قلب شما بشینه. ببینید روح القدس امروز با شما چه صحبتی کرده. یکی دونه خدا، عزیز دردونه خدا، صنعت دست خدا. یک فکری اینجا هست که میگه که تا الان میگو من به چه درد میخورم. شاید خسته شدی از این که هی آمدی و رفتی، شاید خسته شدی از این که دیده نشدی. امروز روح القدس به تو گفت تو بهترین هستی در نگاه من. شاید خسته شدی، دلت میخواد یه کاری برای خدا بکنی. خداوند به قلبم گذاشته بهت بگم بهترین کار این هستش که تو رو در گذرگاه‌های روی اون صندلیت نشونده، مثل اون گذرگاه، تا اجازه ندی که شریر وارد بشه. بهترین کار تو این هستش که روی اون صندلی نشستی، داری آرام آرام توسط کلام خدا تبدیل میشی. بهترین کار این هستش که اونهایی که تو رو میشناختن از قدیم، وقتی تو رو میبینن دیگه نمیشناسنت، دیگه باور نمی کنن، از سوال می کنن تو آیا اون فلانی هستی؟ و تو میگی که نه، من صنعت دست خدا در عیسی مسیح هستم. خداوند دعا می کنم برای قوم خودت، برای تک تک کسانی که اینجا نشستن. خداوند محبتی از جنس خودت به قلب اونها بریز. خداوند همون نگاهی رو که تو به ما داری، خداوند درک این نگاه رو به ما بده تا به دیگران داشته باشیم، تا بدونیم که اونها هم از ما بهتر هستن، تا خداوند بتونیم فیلیپیان 2:3 که میگه که دیگران رو از خود بهتر بدانی رو درک کنیم. خداوند انقدر به زوایای تاریک همدیگه نگاه نکنیم، به لیوان قسمت لیوان خالی همدیگه نگاه نکنیم ای پدر. خداوند چشمی بده به ما که به قسمت‌های پر لیوان همدیگه نگاه کنیم. امروز در نام عیسی مسیح میخوام چشمی به اینها بدی خداوندا، که به قسمت‌های پر همدیگه نگاه کنن خداوندا، زیرا که تا آخر ما در دست تعمیر هستیم خداوندا. تک تک اینها در نظر تو با ارزش هستن ای پدر، تک تک تو این فرزندان تو در نظر تو با ارزش هستن. آمدنها و رفتنها اینها رو میبینی، روزهایی که دارن با درد وارد کلیسا میشن، هفته ای که بعد از این روز کلیسا سپری میکنن، در نگرانی ها و ناامیدی ها هستن. خداوند تو تک تک اون قسمت ها رو میبینی و با اونها هستی و به اونها میگی نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، من خدای تو هستم. امروز که در فشارها هستن خداوند تو با اونها هستی. خداوند همچون ایوب که در باب انتهای باب خودش خداوند برمیگرده میگه حال چشمان من تو رو میدید، تا به حال گوش من تو میشنید درباره تو، اما از این به بعد چشمان من تو رو میبینه. در نام عیسی مسیح چشمان اینها رو باز کن خداوند، که ببینی خدا به اونها ببینن که چقدر برای اونها ارزش داری خداوند، چقدر نگران اونها هستی، چقدر برای اونها دعا میکنی به ناله هایی که نمیشنویم ما، چقدر برای اونها دعا میکنی خداوند. امروز دعا میکنم و برکت میدم کلیسای آلفا اومگا برمن رو خداوند، دعا میکنم برای کلیسای آلفا اومگای برمن و آلفا اومگای هامبورک خداوند، تو امن این دو کلیسا رو خداوند در اتحاد در بدن خودت خداوند استوار نگهدار. بقیت های مبارک
صخره‌های ایستاده در برابر طوفان که اونها بتونن در برابر طوفان هر بادی بایستن خداوندا، هم میان اینها به وجود بیار خداوندا، نسلی مبارک خداوندا برای اونها به وجود بیار. به نام پرجلال عیسی مسیح خواندم این دعا، آمین و آمین.